رکورد فاجعه بار و بی سابقه کرونا در 14 ماه گذشته طبق آمار حکومتی 17430 مبتلای جدید در 24 ساعت در کشور و 4400 بستری در تهران شامل 1120 بیمار در آی سی یو آمار جانگداز قربانیان در 535 شهر از 244800 نفر بیشتر است وزارت بهداشت رژیم موج چهارم با سرعت پیشرفت می کند و از غرب به شرق گسترش می آبد. زالی تجربه خوزستان با ویروس انگلیسی تکرار می شود. تهران باید یک هفته تا ده روز تعطیل شود. توکلی در هر 24 ساعت هزار بیمار کرونایی در تهران بستری می شوند. 103 بیمارستان از 175 بیمارستان درگیر کرونا هستند. مراجعه و درمان سرپایی روزانه به 5000 نفر رسیده است. دانشگاه پزشکی اهواز اکنون 1838 بیمار کرونایی بستری هستند که 407 نفر در آی سی هستند. مریم رجوی موج سهمگین کرونا نتیجه سیاست های جنایتکارانه رژیم است. خامنه ای با ممنوع کردن ورود واکسن و خودداری از کمک به زحمتکشان و کارگران و فرستادن آنها به میدان‌های مین کرونا مسئول کشتار بزرگی است که جریان دارد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر سهشنبه هفتم فروردین 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 535 شهر از 244800 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 9823 نفر در آذربایجان غربی به 9178 نفر در البرز به 6083 نفر در اصفهان به 15960 نفر در ایلام به 2501 نفر در تهران به 56301 نفر در خراسان رضوی به 15785 نفر

در لورستان به 10343 نفر، در مازندران به 10445 نفر، در هرمزگان به 2750 نفر، در همدان به 5588 نفر و در یزد به 4407 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم در آمار مهندسی شده خود شمار مبتلایان جدید در 24 ساعت گذشته را برای اولین بار از شروع پاندمی کرونا 17430 نفر اعلام کرد که 25 درصد بیشتر از 14051 مبتلای روزانه در هفتم آذر گذشته بالاترین رقم در پیک سوم است. به همچنین گفت شیوع بیماری کووید 19 در کشور بسیار گسترده و نگران کننده است. موج چهارم این بیماری با سرعت در حال پیشرفت است و از نیمه غربی به نیمه شرقی گسترش می‌یابد. در تهران زالی پس از جلسه استراری ستاد کرونا در تهران گفت هفته آینده هفته بسیار سخت برای پای تخت خواهد بود. تجربه اخیر خوزستان با گونه جهش یافته کرونا در تهران در حال تکرار است. میزان بستری بیماران کرونایی به 4400 تخت در استان رسیده و 1120 نفر از آنها یعنی حدود 25 درصد در آی سی هستند. در 14 ماه گذشته چنین رکوردی در استان تهران ثبت نشده بود که نشانه نگران کننده برای روزهای آینده است. از هر دو بیمار مشکوک جواب آزمایش پی سی آره یک نفر مثبت است که اگر جوابهای منفی کاذب را هم در نظر بگیریم عدد واقعی بالاتر هم می شود. متاسفانه دیروز 56 نفر از شهروندان تهرانی را به دلیل کرونا از دست دادیم. افراد فوت شده تقریبا به همه مناطق تهران تعلق دارند. پیشنهاد ما تعطیلی یک هفته تا ده روزه استان تهران است و آن را به معاون رئیس جمهور و آن را به معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر بهداشت اعلام کردیم. توکلی معاون ستاد حکومتی کرونا در تهران گفت در هر 24 ساعت هزار بیمار کرونایی در استان بستری شده اند. مراجعه و درمان سرپایی روزانه به 5000 نفر رسیده و 103 بیمارستان از 175 بیمارستان استان درگیر کرونا هستند و ناچاریم خدمات درمانی الکتیو را در مراکز درمانی اصلی و جنرال لغو کنیم رئیس دانشگاه بقیتالله الله گفت مراجعه بیماران کرونایی به 300 نفر در روز رسیده با افزایش بستری ها بخش های عادی را به بخش کرونا تبدیل می کنیم. انتظار می رفت، تهران تعطیل شود اما این تصمیم هنوز گرفته نشده است سعید خال مدیرعامل بهشت زهرا با تاکید بر اینکه آرایش بحران گرفته این فاش کرد که در ماه آبان میزان متوفیان تهران به 400 نفر میرسیده که 150 درصد بیشتر از متوسط متوفیان قبل از کرونا است. در خوزستان رئیس دانشگاه پزشکی اهواز گفت 1838 بیمار کرونایی در خوزستان بستری هستند. از این تعداد 407 نفر در آی سی هستند. 96 درصد تخت های اختصاصی یافته به بیماران کرونایی اشغال هستند. در پی رسیدن به اشغال 1800 تخت بستری در استان خوزستان دیگر تختی برای بیماران وجود نداشت و تنها 50 تا 100 تخت دیگر داشتیم. در فارس رئیس دانشگاه پزشکی شیراز گفت 3500 مورد جدید مبتلا به کرونا در دو روز گذشته شناسایی شده و ظرفیت بیمارستان های حضرت علی اصغر و فقیه تکمیل شده و در حال حاضر بیماران کرونایی به بیمارستان چمران اعزام می شوند. همچنین بیمارستان پشتیبان در ورزشگاه دست نیز بار دیگر راه شده است. در مازندران به رسانه های حکومتی طی شبانه روز گذشته با بستری شدن تعداد 241 بیمار کرونایی تعداد بستری شدگان به 992 دو نفر رسید از این تعداد 186 بیمار در آی سی یو بستری هستند در گیلان مدیر مرکز بهداشت گیلان گفت متاسفانه در شبانه روز گذشته 156 بیمار جدید کرونایی را بستری کردیم که حال هجده نفر آنان وخیم است. در مجموع 540 بیمار کرونایی بستری هستند. در البرز رئیس دانشگاه پزشکی اعلام کرد با مرگ 14 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان از ابتدا تا کنون به 2943 نفر رسیده است. خانم مریم رجوی روز گذشته موج سهمگین کرونا را نتیجه سیاست های جنایتکارانه و چپاولگرانه رژیم آخوندی توصیف کرد و خامنه ای را مسئول این کشتار بزرگ دانست. او ورود واکسن آمریکایی انگلیسی را ممنوع می کند و کمترین کمکی به زحمتکشان و کارگران از محل صدها میلیارد دلار اموال به سرقت رفته در بنیادهای تحت کنترل ولی فقیه نمی کند و آنها را برای تأمین حداقل زندگیشان روانه میدانهای مینه کرونا می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران هفتم فروردین 1400 موج جدید کرونا در برزیل از میان جوانان 25 تا 30 ساله نیز قربانی گرفته است با ظهور موج جدید کرونا در فرانسه بیمارستانها ظرفیت پذیرش بیماران جدید را از دست دادند و کادرهای درمانی از خستگی مفرط رنج میبرند. یکی از پزشکان بیمارستان آنتونی واقع در جنوب پاریس میگوید به محض خالی شدن یک تخت بیمار دیگری آن را اشغال میکند. به این نمیگویم موج از نظر من سیل است. وزارت بهداشت آلبانی اعلام کرد در شبانه روز گذشته از تعداد 2092 دو آزمایش انجام شده 264 و و مورد معادل 12 درصد بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شده است. طی همین مدت 9 نفر جان خود را در اثر کرونا از دست دادند.